ببینید دو جنبه داره این بحث. اگر به عنوان یه مقام رسمی مسئول میگند این صحبت رو، این صحبت پیش میاد که مگر محتوا و حق مطبوعات باید توسط یکی از نهادهای قوه مجریه تعیین بشه. چنین چیزی رو دولت جمهوری اسلامی ایران هیچ موقع اعلام نکرده. اگر که قرار هست که بنا به دستور قاضی، بنا به دستور دادستان، برخی از امور محرمانه بماند به خاطر اینکه ممکنه مجرم بگریزه یا مجرم سندسازی بکنه یا دلایلی از این دست، من جنبه های حقوقیش رو و اطلاعاتی رو زیاد بلد نیستم، اصلا بلد نیستم، و معمولا اینا رو به تجربه دیدیم، اون موقع دستگاه قضایی دستور میده برای مطبوعات یا دستگاه های امنیتی و انتظامی اون مخفی کاری رو بلدن، خیلی موارد هم رعایت میکنن، خیلی از موارد روی متهمان سیاسی رعایت میکنن، خودشون میگوین یا متهمان دیگه میگوین مدت ها سر کردیم در خفا ماندیم تا مثلا خیلی چیزا پیدا کنیم. اگر موضوع این است که در همین حده، نه در اون حد که وزیر اطلاعات بگوید رسانه ها لزومی ندارد رسانه ای بکنند، لزومی ندارد مطرح بکنند یا نکنند، این حق رسانه هاست. عرض من این است که اگر صحبت ایشون جنبه شخصی داره، اتفاقا من در مقابل صحبت شخصی ایشون نقطه مقابلی دارم، حرف دیگری دارم، حق رسانه هاست و باید بپردازن، چون معمولا مبارزه با فساد از طریق آگاهی عمومی و همکاری عمومی با نهادهایی که به شرط آنکه اون نهادها مستقل باشن، با نهادهای قضایی و نهادهایی که مسئول هستن، این همکاری عمومی و این برانگیخته شدن وجدان عمومی میتواند کمک بکند به مبارزه با فساد، قبح فساد رو در سطح جامعه بالا ببره. هیچ کس جرأت نکنه جلوی یک مامور پلیس، یه مامور دادگستری، یه قاضی دادگستری دستش رو تو جیبش بکنه. این اتفاقا بخش عمدهش به عهده رسانه هاست، وظیفه اون هاست باید این کار رو بکنند. و اگر دلسوزیه آقای وزیر برای این است که سرمایه گذاری های خارجی فرار میکنن، من به عنوان یک اقتصاددان به ایشون عرض میکنم همه محاسبات و برآوردهای ما نشان میدهد مبارزه با فساد و داشتن یک اقتصاد سالم بسی ارزشمندتر و ارزش آن بسی فراتر از هزینه های مربوط به فرار سرمایه های خارجی است. و نکته دیگه ای را اضافه میکنم، اتفاقا شمار زیادی از این سرمایه های خارجی به فساد علاقمندند، اهل زد و بند و کمیسیون بازی و رشوه های پشت پرده هستند. مگر موضوع پرونده شرکت نفتی نروژی یادمون رفته؟ هنوز پروندهش مفتوحه که با یکی از فرزندان یکی از مسئولان مطرح بود و هنوز هم توی دادگاه رفت و آمدهایی داره. بنابراین نگران سرمایه های خارجیشون نباشن، تو سرمایه خارجی نگران باشن که نیان توی کشور و مفسدان عمل بکنن و ماموران دولتی ما رو اقوا بکنن و شفاف عمل نکنن. اتفاقا برای که چنین هم بشود باز حضور رسانه ها، به شرط اینکه خود اون رسانه ها مستقل باشن، من این شرط رو باز من نمیتونم تعیین کنم، خود تجربه و خود حضور مداوم مطبوعات و اون رابطه موازنه و بازبینی که میتواند بین مطبوعات و مردم باشه، اون وقت کمک میکنه که فساد هرچه بیشتر کنترل بشه. کنترل فساد از طریق نابود کردن مایه های فساد پذیری که اون هم از طریق رسانه ها میسره. من نظرم اینه.